سرخط خبرها. عملیات هوایی در روستای قره‌باغی مرکز غزنی و شکایت ها از آسیب دیدن غیر نظامیان در این عملیات. سفر رئیس جمهور غنی به ولایت نیمروز و تاکید وی به برگزاری انتخابات در زمان معین آن در افغانستان. نگرانی یونما از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان. و واگذاری چاپ 1.9 میلیون جلد کتاب درسی مدارس دینی افغانستان به یک چاپخانه داخلی. سلام و شب شما بخیر. امروز یک شنبه پنجم ماه حوت سال 1397 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. من توریالای تابش هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام‌های محلی غزنی ادعا می‌کنند که در نتیجه یک عملیات نیروهای هوایی در ساحه قره‌باغی مرکز غزنی 8 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. این عملیات شب گذشته از سوی نیروهای امنیتی کماندو در این روستا انجام شده است، اما باشندگان محل می‌گویند که در این عملیات به غیر نظامیان و منازل مسکونی و یک محراب مسجد آسیب رسیده است. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غزنی با پخش خبرنامه ادعا می کند که شب گذشته بر اثر عملیات هوایی کماندو در ساحه قره‌باغی از مربوطات جنوب مرکز غزنی 8 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. در همین حال برخی باشندگان محل ادعا دارند که در این عملیات به افراد ملکی آسیب رسیده و یک محراب مسجد در این روستا در این عملیات هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. خواب بودیم دید که بمبار شروع شد. این آل خانه ما چند جایش رمیده، یک دو دانه رزگه اکیس با زخمی فامی درمی کارات ماجد تر ماجد تو خانه خدا را دارم توک توک کرد. تلفات طبعا خسارات جانی اگه نباشه خسارات مالی است. خانه اماکن یامه است، اونجا مسجد است، تخریب شده. تخریب شده؟ بله. رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت نیمروز به برگزاری انتخابات در زمان معین آن تاکید کرد. آقای غنی که روز یکشنبه در مراسم انتقال نخستین ماموره تجارتی افغانستان به هند از طریق چابهار در نیمروز سخنرانی میکرد، تاکید داشت که انتخابات فرمایش قانون اساسی و خواست مردم افغانستان است و هیچ تغییری در زمان برگزاری انتخابات رونما نخواهد شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری سال آینده روز 29 سرطان سال آینده برگزار شود. بر اساس تقسیم اوقات قبلی این انتخابات باید به تاریخ 31 حمل سال آینده برگزار می شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل آنچه آوردن اصلاحات و بهبودی امور انتخاباتی عنوان کرد آن را تا 29 سرطان به تعویق انداخت. پیش از این و در پی تشدید مذاکرات صلح میان طالبان، احزاب سیاسی افغانستان و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در برخی از محافل سیاسی حتی از احتمال تعویق دوباره انتخابات ریاست جمهوری سخن زده شده است، اما آقای غنی هر نوع تعویق انتخابات ریاست جمهوری را تلویحا رد کرد و به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داد تا برای برقراری امنیت انتخابات آمادگی بگیرند. رئیس جمهور در این سخنرانی همچنان به لوی جرگه مشورتی صلح اشاره کرد که قرار است تا پایان ماه جاری حد برگزار گردد. او گفت که از زنان، سکتور خصوصی، خانواده های شهدا و معلولین و متقاعدین نیز دعوت خواهد شد تا در این لوی جرگه شرکت کنند. تلفات غیر نظامیان در افغانستان به بالاترین سطحش رسیده است. یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر گزارش میگویند که افغانستان در سال 2018 میلادی بالاترین میزان تلفات غیر نظامیان را داشته است. بر اساس این گزارش در سال 2018 میلادی 3804 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که 927 تنشان کودکان هستند. گزارش میافزاید که 63% تلفات را گروه های مخالف مسلح دولت بر غیر نظامیان وارد کردند که از مجموع 63% سهم طالبان 37%، سهم داعش 20% بوده و 6% تلفات را نیز گروه های نامشخص بر غیر نظامیان وارد کردند.
بر اساس این گزارش مجموع کشته و زخمی های از سال 2018 میلادی 10993 تن بوده که از این میان 3704 تن کشته و 7189 تن دیگر نیز زخمی شدند. گزارش می افزاید که مجموع تلفات غیر نظامیان در سال 2018 نسبت به سال 2017 میلادی 11% افزایش یافته و رقم کشته شدگان نیز 5% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان در سال گذشته افزایش حمله های انتحاری، افزایش حمله های انتحاری، افزایش حمله های هوایی و عملیات جستجوی نیروهای طرفدار حکومت بوده است. تادا میچی آماموتو نماینده فیجه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان میگوید افزایش آمار قربانیان در افغانستان غیر قابل پذیرش و تکان دهنده است. او از گروه های درگیر خواست که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان باید اقدام های فوری را روی دست گیرند. با گفته یاماموتو در یک دهه گذشته بیش از 32,000 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 60,000 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. چاپ 1.9 میلیون جلد کتاب درسی مدارس دینی افغانستان به یک چاپخانه داخلی واگذار شده است. محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف کشور امروز هنگام امضای قرارداد چاپ 1.9 میلیون جلد کتاب درسی مدارس دینی افغانستان با چاپخانه سرور سعادت در کابل گفته است که این مقدار کتاب قرار است در جریان 4 ماه آینده با کیفیت عالی به چاپ رسیده و در زمان معین به دسترس دانش آموزان مدارس در کشور قرار خواهند گرفت. وزارت معارف کشور امروز قرارداد چاپ نزدیک به 2 میلیون جلد کتاب درسی مدارس دینی را با یک چاپخانه داخلی امضا کرد. محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروز هنگام امضای قرارداد چاپ 1.9 میلیون جلد کتاب درسی مدارس دینی کشور با چاپخانه سرور سعادت در کابل گفته است که این مقدار کتاب قرار است در جریان 4 ماه آینده با کیفیت عالی به چاپ رسیده و در زمان معین در دسترس دانش آموزان مدارس در کشور قرار خواهد گرفت. بر اساس این قرارداد چاپخانه سرور سعادت 1.9 میلیون کتاب درسی مدارس دینی را در بدل 171,700,000 افغانی به چاپ خواهد رسید. در همین حال رئیس چاپخانه سرور سعادت نیز گفته است که در مطابقت با مفردات این قرارداد کتاب های یاد شده را با کیفیت عالی و با وقت و زمان تعیین شده چاپ خواهد کرد. با احسان سپاس از آقای صدیق حقجو در استودیو خبرهای ورزشی. این بود مجموعه از داشته های خبری من. شب شما خوش. خداوند نگهدار.